سلام دوباره، جلسه چهارم ساختمان سه طبقه رو اومدیم طراحی کردیم، کارمون تو ایتابس تمام شد. حالا بریم تو سیف ورودی ایتابسش رو ایمپورت کنیم. این بود دیگه. چند تا نکته رو ببینیم تا این ایمپورت میکنه کجا پلاک مجاوریم. دو سمت این ورم که معبریم، این ور حیاتیم. این سه تا سمت نمیتونیم فونداسیون رو ببریم بیرون از ساختمان، بعد داخل زمین خودمون باشه. اینجا فقط ستون میشه وسط فونداسیون قرار بگیره. فونداسیون نواری در نظر میگیریم. مشخصات مصالحمون عوض میشه از این تبزیم یا سیف. بتونمون مثلا الان ردش چنده؟ ردش سیه. معمولا بتون رو رده 25 میگیرن. البته دقت بکنید رده که عوض میشه تو ضابط های نمونه برداری هر رده باید 6 نمونه برداشته بشه. یعنی الان فقط فونداسیونمون مشمول 6 تا نمونه برداری میشه. این یه اشکالیه که تو کار ما، ایرادی که تو کار ما وارد میشه. این مدور الاستیسیتیش عوض میشه 4700 رادیکال 25 دیگه. C25 آرماتورش هم S400 بگیریم. الان اینا کنم درست باشه، حتی این باید 600 باشه و اینا دیگه تنش تسلیم محتمل و اینا استفاده نداره. ولی بذار اینا رو مثلا 10% بیشتر من بگیرم. نمیدونم دقیقا چند دارم، همینجوری فرزاد و این یکی بیشتر بشه. اینم بزنیم S400. برای ضخامتش اینو من مت یا فوتیک میکردم، چون تو کنترل برش پانچ یه ضریب کاهشی داریم که اعمال نمیشه، اگر اسلب بشه اعمال میشه. ضریبی کاشی لانده اس داشتیم که فقط برای دال هاست، برای پیوانداسیون نیست. اگر مت و فوتینگ بگیرم میتونم حذفش کنم. مثلا میتونم بگیرم اینو فوتینگ، فقط همین. زخامتشو سه طبقه به نظرم میخواید از 70 شروع بکنیم به بالا، ولی احتمال 70 جواب نمیده. بذار یه سعی اولیه میکنیم به هفته. مشخصات خاک رو ما نداریم، ضریب کاهشش یه چیزی همینجوری باید تجربه بدیم. حالا این هم رو کامپریشن اونلی فقط میذاریم. اینو عدده رو بعد از دفترچه مطالعات برداریم. الان اینجا مطالعات نداریم، یه چیز تجربی باید بذاریم دیگه. من حالا دیفالتش رو بزنم، همین دیفالتی که قبلا بود. تاثیر میگذاره، همین که میگم مطالعات نداریم ریسک داره این هست دیگه، یکیش این هست. به همجا بعد یه مقدار با احتیاط طراحی رو انجام بدیم. خب اما پیش ورزش بود،
باید نه نه لزوما الان میشه دو 0.4 کیلوگرم بر سانتی متر مکعب گذاشته. کلا باید یه کمی احتیاط کنیم در این مورد که مطالعات نداریم، یا بدون مطالعات قبول نکنیم. خب سیوش کنم، چون مسئولیتش مسئولیت ماست. هر اطلاعاتی فرض کنیم که الان با مسئولیت ماست، وقتی مطالعه داشته باشه با مسئولیت آزمایش کرد. خب ارزشم ما ستونامون خودت آره، بعد ساختمان های مجاورش رو ببینیم، هم تیپ که 2-1 نگیریم، 3 یا 4 ببینیم مجاورش چیه، مقاومت خاک و کاهش هم نزدیکترین ساختمان هایی که اطرافش هست رو ببینیم. خب اینجا این اینویزیبل رو بردارم نقاط دیده بشه، یکیشو نگاه کنم ببینم بارها منتقل شده. سایزش 40/50 همون سایز ستونه منتقل شده. خب ستونامون 40/50 در زنگت ها چقدر بوده؟ 6 سانت. حالا ما 5 سانت روندش کنیم، هر طرف از بعد ستونمون 5 سانت اضافه تر بیایم بیرون. حالا 40/50 ستونمون بوده یا بعضا 40/60 بعد کوچکترش مثلا 40 بگیریم، لبه فونداسیونمون 25 سانت فاصله داشته باشه. 25 سنت. عرض نوارها رو چند بگیریم؟ سعی اولیه به نظر من 7. حالا چون مطالعات هم نداریم اینجا به نظر من 1 متری داره کمتر نگیریم، سعی اولیه عرض 25 تا این بر بندازیم، 75 تا اینجا، فقط یه دونه میتونه وسط قرار از این کمک میگیرم. 25 سانتش اول از یه تا اینجا جوینت ها ستون ها دیگه سر آکس قرار گرفته. خب این بر دیگه اینجوری وصل میکنم اینو بندازیم وسط. آره این تو حیات خود. خب بقیه رو من 75 بزنم، خب بقیه رو دیگه 50 بزنم، فقط ببینم چال آسانسور کجاست محدودیت برام ایجاد میکنه. این آکس است فعلا، ستای اولش مشکل ندارم، ستای اولش رو 50/50 خب این یکی که کشیدم. اما این یکی
چاله تقریبا لبه ستونه دیگه. ستونه اون چنده؟ پنجه. 25 سانت فاصله دارم اینو، 25 75 ش کنم. البته میتونیم یه انتها بیاریم وسط، ولی دیگه نامتقابلش نکنیم. هفتاد و پنج، 25. سنی که کجم اجرا بشه یه تیکاش باز گیر میکنه به آسانس. خب اینجا رو هم میتونم یکی اجرا کنم دیگه، وسط هم هست از اینجا به اینجا. دیگه به نظر نمیاد چیزی نیاز داشته باشم، فقط برای اینکه این گوشه هاش درست بشه. چند تا خط اینجا بکشم. لاینا رو بیارم. اکستند کنم. این لاینا. چی؟ اکستند کردم فعلا. حالا الان کامل نشد، مثلا این الان بوده، یعنی حالا اینو من به این هنوز نرسوندم، این برسه یا این ورش، مثلا اینو هنوز به این اکستند نکرد. یا این ور هنوز باز این هنوز به اینجا نرسیده. خب اونایی که میشه رسم کرد و شروع کنم رسم کردن. الان مثلا از اسلم یک بگذارم، این رسم یه اینترسکشن اسنپ فعال کنم. این رسم این رسم دیگه این هم رسم. این چند تا رو درست کنم. یا این به این
حالا مثلا اینو میتونم اینجا رو میتونم این نواره مونده الان دیگه حساب کن بذار حالا آخه این خط کجه مشکلش اینه ها بزنم از بالا به پایین بکشی بذار ببینم چی میشه خطه چون یه ذره کجی داره یه کم ساخت اینجا کنم دیگه بله تیکه تیکش باد حالا دیگه تقریبا درست خب حالا دیگه فونداسیونمون ترسیم شده خط ها رو پاک بکنم رو پاک کنیم میتونم بهش خاکم اختصاص بدم میتونم بهش وزن هم اختصاص بدم وزن چقدر کف سازی داشتیم سی سان کف سازی داشتیم تراز کف معماریمون صفر بوده دیگه 600 تا بدیم 2000 تا 3 دهم 2000 با وزن فرض اینکه وزن مخصوص کفسازی بوده 2000 باشه 600 اینجا من بار کفسازی بدم دد 300 کفسازی دارم فرض کن کفسازی بوده 2000 باشه 2000 میگیم یه ذره کمتر بیشتر آخه جنسش هم خیلی مشخص نیست که ترکیبی از چند تا مسئله ممکنه باشه ما 2000 بگیرم 3 دهم ضرب در 2000 میشه 600 یه زنده هم باید براش بگیریم زنده پارکینگ چقدر پارکینگ دیگه پارکینگ 300ه ولی خب یه جاش فضا بازی داره راپله داره حالا اونم 300 میگیریم دیگه متوسط 300 بار زنده ببین خب همه قسمتاش هم خب بار زنده یه تیکای خالی اینا هم داریم دیگه
300 بگیریم. البته میتونیم یه چیز هم هست برای دیوارها، مثلا 600 رو میتونستیم بیشتر هم بگیریم چون یه دیوار هم داره، میشه مثلا 700. حالا اینا دیگه ما ساده سازی میکنیم. 300 تا هم بار زنده براش بگیریم. ستون ها هم رسم بکنیم به صورت المان استیف همون زخامت 70. خب بعد ببینیم ابعادمون چقدره، ابعاد الیویشنه. این آخری 40 در 50 که 50ش عمودیه. از این گزینه استفاده میکنیم. استیو ایکس دایرکشنش 40، وای دایرکشنش نیم. چک میکنیم بیرون هم نزن. این یکی این 60 دیگه، 40 در 60 که یادمونه دیگه، 40 در 60 که 60 شروع بالاست. اصلا اینجا هم میتونیم ببینیم 40 در 60. با هم میزنیم بیرون. نه نزد نزد یه ذره جا بجاش میکنم. خب این یکی برای جابجایی انتخابش انتخاب میکنم، اپلیکیت اینجا دیلیت میزنم و هر مقدار جابجا میخوام. خب این یکی از جرم میتونم ببینم چه درجه. این یکی از جرم میتونم ببینم 40 در 50، 50ش وای. این یکی 40 درجه، این یکی 40 درجه. این یکی 40 درجه. این یکی 50 45، ایکسش 50 وایش 45. البته این تریم هم اینجا زدیم، اونایی که اون قسمتش میفته بیرون میباره خودش، قسمتش که میفته بیرون میخوام بزن. این چه لچه چه لچه شد. ها چه 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 شد. چه لچه پنجاه درجه. آه این سب شد.
دقیقا تا لبمون. خب این هم المان های استیف هم بارگذاری انجام شد، تنظیمات آنالیز تو دیپلیت رو میزنم که زمان آنالیزم بیا پایین، تنظیمات دیزاین هم روی نمه ای سی آی 2019 میگذارم. این قسمت ها برای شیر لاندا یس باشه که اون لاندا حساب رو اعمال نکنه و اگرش رو دست نمیزنیم. کاور ها کاور ها 7.5 سانت دیگه مجاور خاکه. البته آره دیگه ایگهش هم 18 باشه. حالا اینر اسلبش هم لایه بی باشه، یعنی ما آرماتورا رو تو لایه بی ترسیم بکنیم. آرماتور مینیموم هم بر اساس داره دو طرفه بگیره. البته میگم اگر شما فرض کنی که بالا که کفسازی داری، پایین هم فرض کنی که بتون مکر مجاورشه، میتونی بگی مثلا خاک نیست، یه مقدار کاور رو کم باید یکی دو حالا نکنی در جهت اطمینان. خب فکر کنم دیگه میتونیم آنالیز بکنیم. قبلش چک مدل چی شد؟ اینجا یه ایرادی داره. پوینت 107 و اریا 1 تو پلاس 721 16 90 0. اینجا میگه یه زده یه ذره وقت لبه چند تا پوینت اینجا یه دونه جوینته پوینت یک آخه زیاد نزدیک شده به لبه، این فکر کرده ایراده. نه این مهم نیست. آره روز میگذاریم، نه مشکل نمیشه. اون ستونه که گذاشتیم گوشش خیلی لبی فونداسیون شد به عنوان احتمال خطا در نظر داریم. خب بریم تنش زیر فونداسیون رو چک کنیم، واحدش رو بکنیم کیلوگرم سانتی متر. یه عددی ما باید برای تنش زیر فونداسیون باید در نظر بگیریم، یا دفترچه مطالعات یا اینکه یه چیزی بر اساس یه کاری هم من میکردم نکردم، ترکیب برای تنش زیر فونداسیون رو باید غیر خطی بکنم. اونه که سویده که حذف کشیش رو براشون انجام فرآیند هضم کشیش رو براشون انجام بده. کانورت تو نان لینیر کردم، اینا الان میره توی لود کیس ها، غیر خطی شد. فرآیند هضم کشیش رو براش انجام بده دیگه. بزنم آنالیز، الان دیگه آنالیزم زمان میبره. تو فونداسیون ما ستون ها رو مدل نمی کنه، حذف کشش زیر فونداسیون انجام انجام نمیشه دیگه، ممکن زیر فونداسیون به کشش بیفته که یا سعی و خطا اون جایی که کششی حذف میکنه با سعی و خطا توضیح میکنه تنش ها رو باز توضیح میکنه تا اون کشش ها حذف بره.
تو تغییر خطی نمیشه. خب یه تنش مجازی من باید در نظر بگیرم، حالا بر اساس مطالعات یا اگر ندارم ساختمون های مجاور شدن. فرض کن مثلا نمیدونم یه عدد بگو، 1.5 خوبه بذاری اینجا. اگر مطالعات نداریم من یه مقدار باید دست به عصا این کار انجام بدیم، دست بالا. عددم هیچ معنی خاصی نداره الان، همینجوری میذارم. میگم بستگی داره دیگه، شما باید بری ببینی اطرافش چه مقاومت هایی داره به دست اومده. خب این گوشه ها که یه ذره میزنه بنفش شده و از 1.5 بیشتره، اونا خیلی مهم نیست تا حدی که به این نقطه نرسه، اونو میگیم تمرکز تنش. میریم جلو، ترکیب بارای رو یکی یکی چک میکنم. این هم هست ولی میگم تا اینجا نیمه. یه ذره اینجا دیگه داره زیاد میشه، یواش یواش دیگه داره از اون حدی که تمرکزه بیشتر میشه. یکم زیاد شد تو نوارای پیرامونی. یک کوچولو داره بعضیاش زیاد میشه، مثلا این دیگه نمیشه بگی تمرکز تنشه. این نوار هم بیشتر مشکل داره ولی نوار میانی هامون موردی ندارن. نشون میده زیر 1 متر هم دیگه نمیشه بگیری. عرض زیر 1 متر فعلا ارتفاع 70 رو چک نکردیم. ارتفاع 70 تو پانچ بعد چک میشه و آرماتورها و آرماتور خمشی و برشی. نه نداره، خیلی تاثیر داره ولی خیلی جزئی. آره نتیجه گرفتیم تا همش نرفتم این 100 تو ترکیب بار اینجا، با احتساب اینکه الان اینجا تو ترکیب بارش باد و اینا رو زیاد شده. خب باز میکنم، این 1 متر اینجا کمه، به نظرم یه 20 سانتی اضافه کنیم بهش فقط برای نوارهای پیرامونی. خب 20 سانتی که فقط بغیر از این آخری، بقیه بعد از این لبه اضافه بشه. حالا این آخریه میتونیم 10 سانت، از اینجا بگیریم استثنا بقیه ولی 20 سانتی بعد آفست بده. بذاری زر بیشتر ببرم. من صاف دیگه تا اینجا بیارمش. خب بریم این فضای اضافه رو هی اضافه کنیم.
اینجا. نمیدونم اینجا تا لبه اومده یا نیومده. بشه سه خطوط بکشم لبه اکستند کنم. خب اسنپ اینترسکشن که فعال کنم. خب 20 سانت اضافه را انجام شد. تیرایی که رسم کردم دیلیت کنم. خب اونایی که تازه رسم کردم و هم بهشون اسلب اختصاص چی خاک اختصاص بدم. آره دیگه حالا یکی یکی چه نکنم، هم بار بهش بدم. زنده 300، مرده 600. ریپلس هم میزنه که اون قبلی ها اضافه نکنه چیزی. خب الان دیگه دوباره آنالیز بعد میزن. تنش مجاز و موقع کنترل تنش در نظر میگیریم.
خب چک کنیم ترکیب بار اول دوم بینیم جلو یه ذره به نظر بهتر شد. یا تمرکز تنیشه فعلا حتی ترکیب بارای تنش مجاز لحظه ای بود لزوما با ترکیب بار سومی یکسان نیست. بیشتر نزدیک به همه ولی سرلی شاید بعض وقت بیشتر باشه. سرلی خب اینا رو یه ذره زده بالا کوچولوه. این یه تیک است ولی عرض نوار نیامده. چند تا دیگه بریم جلو تقریبا میشه بگیم مناسبه. یه ترکیب بارم زیاده فکر کنم اینا دیگه از زلزله دیگه خارج شد. خب به نظر مناسبه اگه نبود باز بعد عرض نوارا رو بیشتر میکردیم. اگه باز نمیشد شمع اضافه میکردیم. هرچند دیگه صفحه ما سه طبقه که شمع بخواد حتما باید مطالعه دیگه مشخصات شمع میشه دیگه نمیشه همجوری فرض کنیم دیگه و مطالعه حتما بگیم داشته باشه. بریم پانچش رو چک کنیم. شو پانچ شیر نگاه میکنیم نسبت ها اینو این و این اینا چند تا بالا یک داره. اینا رو نگاه میکنیم کلیک راست میکنم ببینیم محیط ها رو درست گرفته محیط رو درست نگرفته. این ستون بر لبه باشه ولی گرفته لوکیشنش رو کورنر. این بذار از این بر درستش کنم. هر کدوم اشتباه بود بعد بریم درستش کنیم. تنظیمات این قسمت سی تول تیپ رو میبینیم اینجا اجه چهار باید باشه درسته؟ میبینی؟ بله اجه چهار یه دور دیگه بزنم این یکی هم نگاه کنم ببینم هر کدوم بالا ایراد داره. اینم باز اشتباه گرفته گرفته کورنر. این بعد بشه اج دو. خب دیگه باز ببینم کدوم اشتباه گرفته کدوم جواب نداده. یکم اینجاست این دیگه جواب نداده دیگه این کارش نمیشه کرد. کورنر بوده با 60 سانت جواب نداده محیط درست گرفته. این 60 سانت منظور ارتفاع موثره ارتفاع دو تا زل داشته. این محیط ها رو اگر این موقعیت رو درست بگیره این شکل هم درست باشه محیط درسته. اینو فقط دیگه میشه زیرش پاشنه گذاشت. یعنی مثلا الان 70 یه پاشنه 30 سانتی مثلا براش تلایی میکنیم ببینیم جواب میده یا نه. اینو بیام تو تنظیماتش بگم افکتیو دپتش رو دیگه اتوماتیک نگید بر اساس اون چیزی که خودم میگم یه متر اگه ارتفاع باشه کاورا رو کم بکنیم و قطر خامت و قطر 1 میلیگر طولی 4 1 میلیگر طولی تقریبا 10 سانت باید کم 9 سانت اینو بکنم 90 یا 91 حالا 1 سانت سا بیچه
فرض کنید اینجا پاشنه 30 سانت گذاشتم شده 1 متر. یک کاور 7.5 سانتی باید کم بکنم. در واقع هم درست حساب کنم. نه پاشنه که باشه اینجا من باید ارتفاع مؤثر شو بهش بدم. 1 متر ارتفاع شه. یه پاشنه 7.5 سانتی کم بکنیم، یه قطر مثلا خاموتش مثلا نمیدونم 12 باشه، 10 باشه، ببخشید 18 میلی متر هم قطر شعاع میلیاردش باشه، نصفش قطر 18 باشه، شعاعش رو کم بکنم تقسیم بر دو. اینا رو که حساب کنم 90 اون از 6 دارم، حالا روندش کنیم مثلا 90. خوبه اینجا پس یه پاشنه قرار گرفت. برگشت جواب بده، دیزاین رو دوباره من فعال میکنم. آها سلکت دیزاین کامبینیشن هم که چک میکنم اون استاتیکی هم قرار گرفته باشه که اینم درسته. اینا ترکیب برای تحلیل استاتیکی من، حالا بعضیش باد و اینا رو هم داره که کلا چه برای پانچ چه برای طراحی برش و خمش ترکیب برای همون طراحی که تو ای تبز انجام دادن اینجا هم باشه. اون حالت برای سویلو میگیرم که مربوط به تنش مجازه. حالا بزنم دیزاین شه، دیزاین شد، پانچه رو الان نشون میده. نه دوباره بزنم نشون. خب نگاه میکنم دوباره اینا جواب داد. هفته هم و هفته پنج صدام و چلو پنج صدام جواب داده اینا. اون 300 پاشنه رو میکردش 82 سال. پس دیگه الان جواب داد، فقط یه دونه پاشنه اینجا خواست، یعنی اون زخامت 70 سال خوبه. حالا باید یه طراحی خمشی هم بگیرم. برای طراحی خمشی من باید 30 سانت بیشتر پاشنه رو در حدی میگیریم مثلا این قسمت کلا این عرض، بعد محیط پانچ رو عبور بده. یعنی دی دوم از لبه، دی دومش اینجا میشه 45 سانت، از این لبه 45 سانت من باید ببینیم. میخوایم ببینیم میخوایم ببینیم چقدره. بذار من یه مستطیلی بکشم اینجا. الان ستونمون اینجا چند در چند بوده؟ 40 در 60. از هر طرف 45 سان، یعنی دو تا 45، یه بودش 130 افقی، یه بودش 150. 130 در 150 من یه دونه اینجا ستون بکشم. بذار این رو بذاریم. این محیط پانچم باید باشه، محیط پانچم باید تا اینجا پوشش بده پاشنم. حالا اگه تا اینجا بیام، تا اینجا بیام که روتین باشه، یه جایی بگیریم که برای کنترلم ناظر مشکل نداشته باشه. این لبه ها رو اگه این لبه بگذاریم کنترل ساده تره برای ناظر، یعنی تا اینجا بگذاریم پوشش میده اون قسمت. خب حالا بیایم نوار طراحی هم رسم کنیم. نوار طراحی پی نواری که باشه تو تنظیمات گفتیم لایه بی لایه داخلی باشه. آرماتورای طولی رو میخوایم طراحی کنیم دیگه، آرماتورای طولی میفته داخل آرماتورای عرضی، یعنی اول آرماتورای عرضی خاموش تو داریم بعد داخل میفته. پس تو لایه بی رسمش میکنم. عرض بیرونی ها 1.20 از این گزینه استفاده میکنم. میگم استریپش بشه بی،
این کالم استریپ و میدل استریپ هم فرق میکنه. حالا مثلا میدل بگیریم، از چپش 25 باشه، بیرونیش این ورش 95، چون 1 و 20 دیگه. از آکس که بخوام بکشم 25 این وره 95، این وره ستون به ستون بریم جلو. این هم که صاف دیگه، یه دفعه از اینجا تا اینجا بیاریم. حالا یه تیکای آخرش میمونه بیرون دیگه، این وسط قرار گرفته، این یکی دیگه 60-60. شد این یکی ها 1 متریه، میشه 55، وسط هم هست. این یکی 25 پایینشه، 75 بالا، لفتش میشه 75، رایتش 25، پایینش 5 متر به خاطر آسانسور فاصله کمتر. این یه دونه هم که 55، برای که مطمئن بشم درست ترسیم شده تو Set Display Option گزینه شو واید هم این لایه رو که نمایش میده تو این قسمت بود فکر کنم. شو واید رو بزنیم. حالا این آبیا نوارامونه دیگه، یه تیکاش حالا مثلا نرفته دیگه، مثلا این تا اینجا رفته. بذار ببینم این نوار من کجا رفته، تا اینجا رفته ولی بذار ببینم چه اینجا شده. جیومتری 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95 25 95
درسته. حالا یه تیکش نمیدونم این به اینجا رسیده. اینجا هم همین شد. یه تیکش نمایش، البته تا لبه ستون اومده، اینجا هم لبه رو رد کرده. اگه خواستیم، البته اینجا نقاط مهمش نیست، تا همون آکس بی آکس ستون بی کافیه. خواستیم میتونیم یه تیک اینجا اضافه کنیم طول نوار رو، یه نوار کوچولو از اینجا به اینجا، یا اینجا از اینجا تا این لبه اضافه کنیم اگه خواستیم. ولی نیازی نیست. نه، تا نقطه بحرانی مو حد اکثر لبه ستونه دیگه، تا لبه ستون باید بیام. حالا تا لبه ستون اومده، نمیدونم این چه کشیده. دو تا دور گرفتم، ببین کشیده اینجا را تا دو تا دور. نمایشش اینجوری شده، نحوی نمایشش چی داره، یعنی ترسیمش. ببین من تا آکس اینجا اومده، ببین تا اینجا اومده. خب فقط میمونه اینکه
آها یه مشش هم چک بکنم، ادوانس دفعه قبل یادم رفت، اتوماتیک مشش بهتره، مثلا نصف عرضه، نوارمون بیشتر نباشه. بگیم میتونیم ایجارم بهش بگیم مشه نمایش بده، ببینیم چجوری مش زده. اینا مشامونه، میبینی؟ عزیزان مشام آچه 120 کرده، 50 زدم اینا. اینا جنرال مش بزنیم، شاید به جنرال بزنیم چی میشه؟ ایوه وارنینگ گرفت، حتی الان درست شد، با وجود که وارنینگ بود الان مشه ریستر شد. اگر اون جنرال رو نزنیم، گزینه دوم رکتانگولار رو بزنیم، ببینیم چه شکلیه. آها این شکلی میشه. حالا اینا خیلی مهم نیستش، اما عرض نشو بگیم، عرض تقریبا نصف عرض نوار بگیریم، معمولا نتیجهش خوبه. خب آنالیز و دیزاین بگیم انجام. ممکنه این مشا رو که تغییر بدیم یه کوچولو نتایج توزیع تنش ها اینا تغییر کنه. ثبت میکنیم آنالیز دیزاینش تمام. خب پانچش یه بار دیگه ببینیم، پانچش این یه کوچولو پانچش جواب نمیده. آها این اشتباه گرفته، چون مشه تغییر داده، گفتم نکنه تغییر داده باشه، که الان سایز مشه تغییر داده. اینو گرفته کورنر، این باید لبه باشه، این یکی یا وسط. حتی حالا من به صورت اج اینو بگیرم ببینم، اج سه بگیرم اینا. میبینید اج سه کدومه؟ بقیهش که جواب داد، این هم جوابش تحریف کرد، اینا سری قبل جواب داده بودا، الان تغییر دادن جواب میده. این هم مثل قبلی یه دونه سایز میشه تاثیر گذاشته چیست. این هم یه 30 سانتی روش، اون مش ریزتره دقتش بیشتر.
مشه که ریستر باشه میام دیگه. اگر بخواد چی بکنه اون مش ریستر رو میگیره. اینو قرار شد بکنیم 90 سانت. یه دور دیگه دیزاین بزنم ببینم. نه دیگه فقط دیزاینش تاثیر میذاره، آنالیز که نتیجهش عوض نمیشه. خب با پاشنه اضافه کردن، اینم جواب داد، اینم جواب داد. بذار ببینم پاشنه رو در نظر گرفت. نه عوض نمیشه نتیجه. نه نه مقطع که عوض نکرد که بخواد، مثل ای تبز نیست که مقطعی عوض نکرد که. اینو 90 گرفته، اینم 90 گرفته جواب داده، این یکی هم که اینجا این شما 55 ساده، این هم درست گرفته. محیط رو ببین الان درست گرفته، این لبه پیه، این هم 3 تا زره دیگهش. این به این صورت از این لبه، اگر اینو از اینجا ادامه میدادیم میتونستیم اینتریور هم بگیریم، یعنی به صورت ستون میاد. این یکی هم که جواب داد، اینو ببینم چی گرفته. اینو اشتباه گرفته، ببین اینم گرفته ستون کورنر گرفته، ولی با وجودی که اشتباه گرفته نتیجهش باز جواب داده. حالا میتونیم درستش کنیم، یعنی 777000 درستش کنیم، ولی خب بالاخره جواب داده دیگه. اینو بکنیم اج یک، شد 469. ببینیم رو نتایج آرماتورش هم تاثیر چیز تنشار هم تاثیر گذاشت یا نه. سویل پرشر اکه خوبه هم قبلی ها سلام خیلی عوض نشده. این هم کمه به عنوان تمرکز تنش میگیریم، یک کوچولو این و اون بالاش. میریم جلو، جواب داده دیگه. اینا فکر کنم دیگه ترکیب برای زلزلهش خارج شد، باد و ایناس. خب آرماتوراشو ببینیم، مثلا یه دور آرماتورش بشه آرماتور 18. چی؟ آره. خب اگر بخواد آرماتور حداقل رعایت بکنه، آرماتور حداقل برای دال ها 2.18 در وجه کششی، 2.18 برای 70 سانت عرض 1 متر، 12.6 سانتیمتر مربع برای آرماتور 18 تقریبا میشه 5 تا آرماتور 18، یعنی آرماتور 18 تا 20. سراسریشو میکنیم آرماتور 18 تا 20 بالا پایین، میگیم تقویتیشو بهمون نشون بدید تو لایه B.
هم بالا هم پایین ببینیم. مینیمومش هم حالا بگیم رعایت کن، که البته خودمون رعایت کنیم. بله، 5 تا بالا 5 تا پایین تو عرض 1 متر، 1 متر و 20 اش اونه که 1 متر و 20 میشه 6 تا. درسته؟ ببینیم چقدر تربیتی میخواد. اینجا 4 تا 18 تقویت میخواد. تقریبا تمام این طول رو باید پوشش بدیم. این طولا طول تئوریکشه، از هر طرف به اندازه ارتفاع مؤثر یا 12 برابر قطر هر کدوم بیشتره. خب 12 برابر قطرش میشه بودن 23، 4 سر ارتفاع مؤثرش میشه بودن 60. تقریبا کلش میخواد اینجا مثلا 5 تا 18، باز تقریبا کلش میخواد. اینا بالا زرد، زردا بالا یا قرمزا پایین؟ اینجا چقدر میخواد؟ 4 تا 18 اینجا، 5 تا اون. و خب به خاطر اجرایش ما 5 تا رو میگیریم، این یه دونه آرماتور بالاشه. اینجا 5 تا 18 سراسری میخواد، اینجا 7 تا 18 سراسری میخواد، اینجا 8 تا 18 سراسری میخواد، 7 تا اینجا بالا. پنج تا هستش، پنج تا هم تقویتی. حالا سراسریش چیز تقویتیش این زرز تو بالاش زیاد شده، پایینیاش اینجا کمه، لایه پایینش خیلی نمیخواد. یه دونه اینجا، یا نه اینجا 5 تا 18 پایینشه، یه دو این زردا بالاست دیگه. 5 تا 18 ماله زردا. حالا دو هر جا رو کلیک کنی اینجا نمیشه دیگه، تاپ 3 تا 18 باز نه، یا اینجا موس که تکون بدی تاپ و باد صفر، اینجا برسه تاپ یه دونه، باد دو تا، باد 3 تا، لبه ستون میشه صفر، دوباره این بر. الان بات تاب صفر، بات دوتا، اینجا هم که نوشته قرمزا پایینشه، زردا بالا. چی؟ چی؟ آرماتور فانتازیون؟ نه دیگه، البته مهار میخواه ولی نه داخل ستون. انتاش یه خم 90 درجه میزنیم، اگر وسط دهانه باشه که هیچی، به اندازه همون دی اضافه تر داریم ادامه میدیم میشه مهارش. انتها باشه یه خم 90 درجه میزنیم. زیاد آها، ما 70 گرفتیم، میخوای یه کاری بکنیم، یه بکنیم 80، 70 رو بکنیم 80. هشتاد سانتی متر. تو استیفر هم کاش تغییر بدیم، استیفر هم هرچند هفتاد هشتاد برای استیف خیلی فرق نمیکنه، ضخامت استیف هم کرده ماشت المان سخت. هفتاد رو بکنیم هشتاد. حالا اون 18 ساعت و سویه هم میتونیم، نه خیلی دیگه گفتم مثل هم باشه سر تا سریال هم، البته دیگه 18 ات 20 کم نیه که بگیم زیادش کنیم. برای ساختمان سه طبقه هم تو سراسری 18 ات 20 کم نیه که بگیم زیاد کنیم تربیتیش کم بشه. 80 هم به نظر من دیگه دیگه بیشتر از 80 هم معقول نیست برای سه طبقه بگیم، تازه منطقه با زلزله متوسط. بعد هم که 35، باز 35 هم بد نیست برای 80 خوبه به نظرم. این 90 و اینا رو دیگه برای 4 5 طبقه میگیرن، 90 و 100 برای 4 طبقه 5 طبقه میگیرن. 70 هم میشد بگیری ولی ذره تقویتش زیاد شد، تا
تراکم آرماتوری زنه میره بالا. برای که اون تراکم رو نداشته باشیم یه ذره زیاد کرد میشه سلب دیزاین. خب فقط الان 18 ات 20 فکر میکنم برای 80 کم میاره. بذارم 2018 زب داره، عرض 1 متر، ارتفاع 80 سانت، تقسیم بر 2.54 میشه 5.66. 100 تقسیم بر 5.66 17 و خورده ای میشه. حالا اینو بکنیم 15 سانت، حتی 15 بکنیم. تو 1.20 میشه 8 تا، تو 1 مترش میشه 6 یا 7، یا حالا میتونیم مثلا این 16 بکنیم، 16 بکنیم تو 1 مترش میشه 6 تا تقریبا، 1 متر و 20 میشه 7 تقریبا، 8 تا، 7 تا یا 8 تا. حالا ببینیم چقدر میشه، باز خیلی کم نشد، یه دونه دو تا، یه دونه یه دونه، یکم کم شد، ولی قبلا اینجا 8 تا داشتیم شد 5 تا، هم 4 تا. 5 تا آره 8 تا خودشه، 5 تا تقویتی هم باید بذاریم، آخه دهانه هم بزرگ ها، اینجا تا اینجا ستون نداریم. 5 تا تقویتی، تقویتیش هم تقریبا تمام دهنه رو میگیره، یعنی از تا اینجا آمده، الان این مقدار مهاری ادامه بدیم تقریبا 1.20، 1.20 تقریبا 8 تا خودش داره، 5 تا تقریبا 13 تا بالا میفته. حالا اینا رو ما برای که جا بشه باید تفنگی بزنیم، یا جایی که جا نشه ستایی رو چاپ کنیم بتون فونداسیونش. خب الان رو آرماتورا چیزی نداریم، بتون فونداسیونش یه دونه از اینجا بگیرم، متریال لیست بگیرم، از اول بتون فونداسیونش میشه اسلب 1 دیگه، این قسمت متریال لیست بگیرم ببینم اسلب 1ش. آها این الان 143 1300 متر مکعب. البته بذار من سلکشن اولیش هم بزنم، دیسپلی شوتیبه، خب زدیم دیگه. آره 143 1308، حالا تقسیم بر 2500 وزن مخصوص بکنید 57 متر مکعب. بذار ببینم وزن مخصوص چقدر دادم، 2400 دادم. تقریبا 60 متر مکعب بتون میخوام، یه متر هم اینجا بهت بده، آرماتور رو ولی بهت نمیده، متری آرماتور نمیده. تو آرماتور ها به هر حال ما این طولا طولای تئوری که یه طولی بهش اضافه میکنیم، ضمن که خاموت هم داریم توی ندید ندیدیم. خب حالا مشکلی نداری رو اینا، یه خاموت هم ببینیم، اینو میذارم روی شیر. آره شیرش هم یه سری جا میخواد. خب حالا بذار ببینیم چقدر راستای ارزش میخواد. راستای ارزش حرارتی، حرارتی میتونیم نصف بالا بگیریم نصف پایین. 2018 دیگه لازم نیست وزن کششی بگیریم، 2018 بالا بگیریم 2018 پایین.
راسته اصلی چون همیشه میگیم تو وجه کششی اینقدر میداره، حالا وجه کششی چون زلزله داره عوض میشه بالا پایین، یه دفعه بالا یه دفعه پایین، به همجد درجه اطمینان 218 بالا میگیریم 218 پایین، درجهش تقویتی میشه. ولی برای حرارتی راسته ارزی که حرارتی نصف نصف میکنیم، 218 بالا تقسیم بر 218 کلش تقسیم بر 2، برای عرض 1 متر در ارتفاع 80 سم چه 72 دهم. حالا 72 دهم مثلا میخوای 4 موتور کار بکنی، اگر آرماتور 10 کار بکنی میشه عت 10، طول 10 عت 10. آره میتونی 12 کار. آقا موتور 12 6 و خورده ای میخوام میشه تقریبا عت 15. نه به این شکل نمایش نمیده، مثلا آرماتور حرارتی ما بشه آرماتور 12 عت 15، 12 عت 15 ضرب در 2 تقسیم بر 15 کم میاره، 12 عت 15 کم میاره، مثلا عت 14 شد. بازم کم میاره، مثلا عت 12 و نیم میشه. میتونه راجب از این روش استفاده کنه، بذار عت 12 و نیمش بکنیم. عت 12 و نیمش خوبه، 12 عت 12 سراسری. خب حالا ببینیم اینا به عنوان برش هم جواب میده. برش مثلا اینجا خب زیاد شده، بیشترینش رو نگاه بکنیم چقدر ماکسش 10.32 گفته. خب ببینیم برش الان این چقدر، اونی که گذاشتیم چقدر، آرماتور 12 است دیگه، 1.13 مساحتش، دو تا شاخه داره، تقسیم بر 12.5 سانت آی وی به اسش میشه 18 سانت. ما چقدر اینجا گفته ماکسیموم داریم؟ 1 ده، یعنی 12.5 که گذاشتیم برشش هم جواب میده، مشکل نداره. البته تو برش هم با ماکسیموم چک کردم دیگه، ولی خب شما لازم هم نیست ماکسیموم چک بکنی، مثلا برای برش چی؟ 18 سال. ببین چی جوری به دست آوردم، 1.13 مساحت منه، دو تا شاخه دارم، تقسیم هر 12.5 سان میشه 18 سان. اینجا گفته ماکسیموم هم 10.34 مربوط به اینجاست. تازه ببین این 10.34 مربوط به لبه ستونه، ما به اندازه دی میتونیم فاصله بگیریم، یعنی این لبه ستون الان نقطهش چقدره؟ وای تقریبا 1112، به اندازه دی که 70 سانتی بریم اون برتر. آره اگه ماکسیموم بیشتر بود که هیچی، اگه نبود اون نقاطی که یا کلا اون افزایش میدیم یا اون نقاطی که میبینیم برش جواب نمیده مثلا سنجاقی اضافه میکنیم، یه سنجاقی هم وسط میزنیم الان جواب میده. ولی غیر از این لزومی هم نداره اینا رو این اعداد رو بگیریم، مثلا اینجا که شده 10.34 به اندازه دی باید جا به جا بشیم، دی ارتفاع محصر 70 تا ببریم بالا 1110 میشه 1180. تقریبا البته اینجا دیگه فرقی نمی کنه، تا اینجاش صافه 1180 شما بود 10.34، ولی میتونستیم سراسری نگذاریم اینجاها رو مثلا یه دونه سنجاقی اضافه کنیم، به جای 2 شاخه بشه 3 تا شاخه. بله خب الان با طور 12 هم جواب بگیریم، مثلا اینجا این نواره که اینجاست اصلا خاموت بسته نمیخواد،
فقط یه تیکه کوچولوش اینجا که اونم باز تا دی بیاریم احتمالا رد بکنه. مثلا اینجا نقطه لبه ستونش 30 تا 70 تا بیه میبرتد نقطه 100 رو بعد من قرار بده. میندازن دیگه. الان مثلا نقطه 100 ش بیرون اینجاست، یعنی این یه تیکه رو میتونه مثلا کلا آرماتور برشی نده چون نقطه بحرانیش برش نخواست، های وی بی اسش صفر. ولی خب میندازیم دیگه، حالا در جهت اطمینان خابوت بستش میکنیم میندازیم. اون جایی که جواب نداده مثلا میتونیم سنجاق اضافه کنیم دیگه. نمیایم به خاطر یه جا دو جا طور 12 رو بکنیم طور 4 یا فاصله 12 رو بکنیم 10 سن. اون جاها استثنا مثلا سنجاقی اضافه سنجاقی، یه دونه سنجاقی 50% اضافه آرماتور بارو بالا میبره. خب این هم از این سوالی داریم؟ تمام شد؟ آره سه طبقه تمام شد، سیف کنم. خب سیف کنیم.